بسم الله الرحمن الرحيم. سی سال این کار من. چلنگری یا همان آهنگری سنتی حرفه ای است که استاد محمد جاریپور در کارگاهی در حاشیه شهر بدان مشغول است. قبلا کارگر تأسیسات شرکت ریسندگی بودم و کار با آهن آهنگری رو دوست داشتم، علاقه داشتم و عقیدم اینه که هیچ چیزی دور انداختنی نیست و میشه استفاده کردنش. آهن قرازه ها را از ضایعاتی های شهر میخرد و با دستان نیرومند و البته هنرمند خود جانی دوباره به آنها میدهد. بیش از 100 قطعه تولید میکنیم، برای خونه های تاریخی، سفره خونه ها، مکان های سنتی. این کوبه مردون است، این کوبه زنون است، این زنگ شطوری است، این از کل است، این هم از گوسفندی است. ولی الان بره سفره خونه ها و اینا تزیینی میگیرن. آقا جابر هم دانشجوی ماشین ابزار است و شاگردی پدر میکند و درس را این روزها در کارگاه مشق میکند. از بچگی می اومدم پیش بابام و این کار رو تقریبا دوست دارم. الان کمک پدرم میکنم، ضایعات میخرم، سفارش از استان ها میگیرم و چند تا کار هنری انجام دادم که فرستادم برای ثبت ملی و انشالله نشان یونسکو. استاد محمد از روزی حلال و برکت این تلاش هم برای من اینگونه گفت. مکارمونو به اکثر استانا صادر میکنیم، بوشهر، اصفهان، شیراز، استانای شمالی، تهران و الحمدلله بد نبوده، درآمدش خوب بوده. دخترم که رفته سر خون و زندگیشو، پسرام هم یکی مشغول کارن، یکشون هم که پیش خودم سو داره دانشگاه درس میخونه سو. از 4 سال پیش هم مرکز هنرهای سنتی کاشان مجوز این کارگاه را صادر و با ارائه بیمه و تسهیلات بانکی از این پیشه سنتی حمایت کرده است. حکایت چلنگر شهر ما و این آهنها حکایت دنیا و ما آدم هاست. تبدیل و تغییر و ارزشمند شدن ما انسان ها هم زمانی است که درد و رنج و غم این دنیا را تحمل و به سازنده حقیقی عالم توکل کنیم. حامد عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، کاشان.